اساس در این روز مسابقات قهرمانی جوانان جهان دسته به اضافه 105 کیلوگرم. رقابت جانانه بهادر مولایی و علیرضا کاظمی نژاد با 9 وزنه بردار از کشورهایی همچون روسیه، ارمنستان، ترکمنستان، مالزی، سنگاپور، اسلواکی و لهستان. کامل صاف میشی ها، دست کم نگیر، دست کم نگیر بهادر. بلند حالا عجله نکن، خیلی کم بیا پایین، خیلی کم بیا پایین، میای پایین، آرنج برگرده بالا. تیم ایران برای اولین بار در تاریخ قهرمان وزنه برداری جهان شد. خیلی خوشحالم تونستم مدال طلا جهان رو بگیرم. خب تمام سعی تلاش هم میکنم تا بتونم برای مسابقه دوستان جهانم فیس تیم باشم. یک ضرب بیشتر نمیتونستی بزنی؟ یک ضرب خب میتونستم بزنم، خب مهم سعی کرد بود. تونستم سعی کرد یک ضرب بزنم، خیلی خوشحالم است. در سالن پیسای بیننگ یک نفر بیش از دیگران هیجان داشت، پدر بهادر مولایی. آقای مولایی چه احساسی دارین؟ نمیدونم مولا چی بگم. یه جمله بگیم برام. به همه مردم ایران تبریک میگم. مولایی در حرکت دو ضرب به مساف وزنه 231 کیلوگرم رفت و با اقتدار مدال طلای حرکت دو ضرب و مجموع 408 کیلوگرم را برای ایران به ارمغان آورد. این ملی پوش جوان کشورمان در حرکت یک ضرب نیز وزنه 177 کیلوگرم را بالای سر برد و مدال نقره گرفت. گور میناسیان از ارمنستان با مهار وزنه 178 کیلوگرم در حرکت یک ضرب مدال طلا گرفت. اما مدال‌آور دیگر امروز علیرضا کاظمی نژاد. من یه ضرب عقب افتادم، 9 کیلو چهارم شدم. من دیگه باید می اومدم واسه 217 که بتونم هم مدال نقره رو دو ضرب بگیرم هم مجموع. الان چقدر زدی برام بگو؟ الان 169 یه ضرب زدم، 217 دو ضرب. هنرنمایی دو وزنه بردار تیم ملی ایران در مساف با پولاد سرد تحسین ناظران خارجی این مسابقات را در پی داشت. My goodness. What's your idea? Fantastic. فوق العاده و عالی بود. مثل آب خوردن وزنه می‌زد. باور کردنی نیست. تیم ملی ایران با 8 طلا، 6 نقره و 1 برنز و در مجموع با 577 امتیاز مکان نخست این مسابقات را به خود اختصاص داد. ان شاءالله باعث بشه که سالن‌های وزنه‌برداری در شهرستان‌ها شلوغ‌تر از قبل بشه. مربی شهرستان ما با این نتایج دلگرمتر شده باشن، راغب‌تر بیان، یه مقداری تمرکز بیشتر بذارن روی بچه‌هایی که توی سالن‌های وزنه‌برداری هستن. ایشالله ما سال دیگه یک تیم 100% جدید، دو سال دیگه یک تیمی رو داشته باشیم بیاد جز سه تیم برتر دنیا بشه، اما نفرات کاملا عوض شده باشن. در اون صورت ما میتونیم بگیم که ورزش وزنه‌برداری ما بسترسازیش صورت گرفته. در تیم‌های ملی چین و روسیه نیز به ترتیب با 538 و 517 امتیاز در مکان‌های دوم و سوم قرار گرفتند. کیانوش رستمی ملی پوش دسته 85 کیلوگرم نیز به عنوان بهترین وزنه بردار این مسابقات انتخاب شد. خداوند کمک کنه که در مسابقات بعدی ان شاءالله بزرگسالان جهان به خصوص المپیک 2012 لندن ان شاءالله به لطف خدا بچه های وزنه برداری انشاءالله بتونن برای کشورمون افتخار آفرین کنن. وزنه برداران جوان کشورمون بی صبرانه منتظر آغاز مسابقات جهانی پاریس و المپیک 2012 هستند. حمید امامی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، منطقه جنوب شرق آسیا، پینانگ، مالزی.